لوسوار بلژیک محاکمه چهار نفر در آنتورپ به خاطر طراحی حمله تروریستی سال 1397 ما با تروریسم دولتی روبرو هستیم جکراس راس رئیس کل امنیت داخلی بلژیک نقشه حمله به خواست رهبری رژیم ایران بوده است خانم مریم رجوی تصمیم در مورد بمبگذاری در شورای عالی امنیت به ریاست روحانی گرفته شده و به تایید خامنه ای رسیده است. لوسوار بلژیک چهار متهم در آنتورپ به اتهام حمله تروریستی طراحی شده توسط رژیم ایران در سیوم جوان 2018 نوه تیر 1397 محاکمه شدند. متهم اصلی اسدالله اسدی قایب بود. در آغاز تابستان 2018 یک حمله تروریستی علیه شورای ملی مقاومت ایران در بلژیک خونسا شد. اینگرید بتانکور، سیاستمدار پیشین الجزایر قزالی، ایو بونه، رئیس سابق سازمان مبارزه با تروریسم فرانسه در این گرد همایی شرکت داشتند. در آخرین لحظات از وقوع یک فاجعه جلوگیری شد. چهار متهم در برابر دادگاه آنفرب حاضر شدند. اسدالله اسدی 48 ساله سازمانده این عملیات متهم اصلی است که در سفارت رژیم ایران در وین مستقر است. او همچنین مسئول اجرای عملیات های وزارت اطلاعات رژیم ایران است. جک راس رئیس کل امنیت داخلی بلژیک در نامه ای به دادستان عمومی می نویسد نقشه حمله به درخواست رهبری رژیم ایران اجرا شده است. این یک ابتکار عمل شخصی اسدی نبوده است. اسادی از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد. امیر سعدونی چهل ساله و نسیمه سی و شش ساله در محل دادگاه بودند. آنها مسئول انتقال 500 گرم ماده انفجاری و چاشنی آن از بلژیک به پاریس بودند. آنها در جاده در بروکسل متوقف شدند. مهداد عارفانی نفر چهارم است. سه مرد و یک زن به خاطر تلاش برای قتل تروریستی و شرکت در فعالیت های یک تشکل تروریستی محاکمه شدند. دادگاه تحت فشار زیادی برگزار می شود. بر اساس گفته های ون روسل، رژیم ایران فیل گیر افتاده در اتاق است. پنجمین متهم قائب است. وکلا می خواهند نقش و دخالت رژیم ایران را به میان بکشند. اینکه یک دیپلمات در برابر دادگاه است، نشانه ای از این موضوع است. اسدی مرتبا به تهران می رفته است. این به طور واضح یک تروریسم دولتی است. شاکیان از دادگاه خواستند متهمان را به خاطر تلاش برای قتل تروریستی و شرکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی محکوم کنند. پرزیدنت شورای ملی مقاومت خانم مریم رجوی نیز پیش از شروع دادگاه روشن کرد ما با تروریسم دولتی روبرو هستیم. تحقیقات به وضوح این را نشان داد. علاوه بر متهمان امروز وقت آن است که حکام ایران محاکمه شوند. همانطور که در شهادتم اظهار داشتم تصمیم در مورد بمبگذاری در گرد همایی سالیانه مقاومت ایران در ویلپند در شورای عالی امنیت به ریاست حسن روحانی اتخاذ شده و توسط خامنه ای تایید شده است یک جلسه دیگر برای پنجشنبه آینده برنامه ریزی شده است